قاتلان عمرعلی نظروف به جزا ماندند. تهمت های نوبتی نسبت تاجیکستانیان. تاجیکستان یکی از کشورهای افتاریتری در جهان باقی میماند. دادگاه شهری سن پیتربورگ رد شدنی آغاز پرونده جنایی آیدی کشیده گرفتنی پسری 5 ماهه شهروند تاجیکستان زرینه یونسوا عمرعلی نظروف را که در مرکز طبی مخصوص فوتیده است قانونی شمارید. دادگاه شهری پیتربورگ شکایت اپلاسیونی نسبت رد نمودنی شعبه تفتیشاتی ناحیه ادمیرالتیسکی سریداره تفتیشاتی کمیته تفتیشاتی روسیه آغاز نمودنی پرونده جنایی نسبت کارمندان اداره فدرالی مهاجرتی روسیه و پلیس که ماه اکتبر سال 2015 در کشیده گرفتن پسری زرینه یونسوا علاقه‌دار بودند قانع گردانیده نشد. سانیان پس از کمتر از یک شبانه روز پسری زرینه یونسوا از بیماری سرایتی در کسلخانه فوتیده است. کارشناسان باعثی به مرگ رسیدن کودک را سرایت آلوده ویروسی سیتومگالا ویروس و پاراگریپ نامیدند. حکومت تاجیکستان گزاراندن تشخیص مستقلانه باعثی فوتیدن کودک را نخواستند. ماه اکتبر سال 2016 کمیته تفتیشات پرونده جنایی آید فوتیدن کودک را برای دریافت نگردیدن حالت جنایت قطع نمود. آغاز نمودن پرونده جنایی نسبت کارمندان اداره فدرالی مهاجرتی روسیه و پلیس رد کرده شد. حمایتگران یوری سیروف و اولگا سیتلینا تاکید می نمایند که قدرتیان حقوقی کشیده گرفتن کودک را از مادرش نداشتند. شهروندان تاجیکستان یک بار دیگر قربانیان تهمت از طرف خدمات های مخصوصی روس گشتند. همین طور 14 آگوست در شهر مسکو با عیب تیار نمودن یک قطار ترکیش ها در پایتخت روسیه شهروندان تاجیکستان دستگیر شدند. چی طوری که وسایت اخباری عامه روسیه خبر داده است، سیاوش دورانزاده، سلیمان بورهانوف و دولتیار حاجیف تا 11 اکتبر پشت پنجره گرفته شدند. آژانس اطلاعاتی اینترفاکس تکیه به سندهای پرونده جنایی که در سود اعلان گردیده است قید می نماید که هر سه عیبدار شوندگان شهروندان تاجیکستان می باشند. با عقیده فی‌اس‌بی روسیه شهروندان تاجیکستان گویا در شهر مسکو یک قطار عملیات های تروریستی با استفاده از بمب‌های پرقوت گزاراندن می‌خواستند. یادرس می‌کنیم که وقت‌های آخیر خدمات‌های مخصوصی روسیه شهروندان آسیای مرکزی را همچون زاغ سیاه به نشان گرفتند. پرونده‌های جنایی نسبت مهاجران با عیب تروریسم زود بافته شده ایستاده است. ضمناً بافته بودن عیب‌های مذکور به هیچ کس پوشیده نیست. ولی حکومت دارانی کشورهای آسیای مرکزی نسبت جنایت های زیرین خاموشی را پیش گرفته شهروندان خود را پشتیبانی نمی کنند. کارشناسان قید می نمایند که خدمات های مخصوصی روسیه زرفون پیشگیری عملیات های تروریستی را تشکیل می کنند تا اینکه محیط ترس در کشور باقی ماند و با این وضعیت رژیم را مستحکم نموده مقابل روحیه مخالفین در جامعه ایستادگری میکنند. کمیسیه های ایالات متحده امریکا آید به آزادی دین های بین الخلقی یک بار دیگر تاجیکستان را در فهرست سیاه کشورهای پایمال کننده حقوق انسان گذاشته است. سال 2016 حکومت تاجیکستان برای داخل نشدن و یا اشتراک نکردن انسان ها به تشکیلات های اکستریمیستی چاره ها اندیشیده است و صدها نفر را دستگیر نموده و به حبس گرفته است. گفته شده است در معروضه بین الخلقی آید آزادی اعتقاد از سنه 2016 که 15 آگوست نشر گردیده است. قید شده است که طبق تغییرات های ماهی می سال گذشته در سر قانون فعالیت پارتیه های سیاسی که بر دین اساس یافته است منع کرده می شود.
قانونگذاری کشور گذاشتن نماز اسلامی را در جایهای معین محدود می نماید. با قید گرفته شدن و جایگیر نمودن مساجد را به تنظیم می دارد و به شخصانی از سنی 18 سال پایین اشتراک کردن در جمعیت های دینی ممنوع می نماید. تشکیلات های محلی و بین الخلقی غیر دولتی می گویند که برید ها دوچار شدن، تحت نظارت قرار گرفتن و به طور مجبوری بسته شدن تشکیلات های قید شده و قید نشده دینی ادامه یافته استاده است. حکومت گذاشتن کمیره های نظارت کننده و دستگاه های فلوسکابک را ادامه می داد تا اینکه اقتدار فعالیت دینی اکستریمیستی را نظارت کند. حمایتگران حقوق تاکید می کردند که حکومتداران می خواستند در کشور فعالیت مسلمانان را تحت نظارت پوره بگیرند. حکومت خبر داده است که طی چند سال اخیر از طرف حکومتداران زیاد از 1000 جایها و مسجدهای نمازگذاری با نام غیر قانونی در سراسر کشور بسته شدند. یک قسم آنها را به مرکزهای مدنیتی و دلخوشی تبدیل دادند. قید میکنند مؤلفان معروضه. اینچنین در معروضه گفته شده است که حکومت به 100 امام خطیبان برای گذراندن تعلیمات اسلامی غیر قانونی به جوانان تهدید نموده است. خبرهای زیاد در خصوص از طرف حکومت داران تعقیب زنان حجاب پوش و مردان ریشدار آمده است. حکومت داران تکرار به تکرار ریدها میگذراندند و مغازه های فروش لباس های غیر عادتی تاجیکی را بستن را ادامه می دادند. قید نموده شده است در معرضه.